السلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال ما و به درس زبان روسی ما. اینک درس امروزه ما آن سوال هایی که شما در کامنتری های تگ ویدیو ها می نویستین به همون ها بخشیده می شود. سوال ها چی خیلن؟ چی طور در زبان روسی تیز گپ زده روان؟ و دویم سوال، زبان روسی رو میفهمم اما جواب داده نمیتوانم. یگان روحی این سیم سوالش، یگان روحی تیز و آسان آموختن زبان روسی آیا هست یا نیست؟ همین سه سوال همه وقت در تگی همه ویدیوها هست. البته یک نفر نباشد، باز یگان شخص دیگر این سوال رو میدهد. و من خواستم که امروز با این سوال ها ابزار با شما جواب دهم. خب اولش سوال یکم، چی طور در زبان روسی تیز گپ زده روم؟ برای در زبان روسی زود تیز گپ زده رفتم باید در همون زبان هر روز مشغول شدن لازم است. یعنی این تیز گپ زده رفتن و تیز آموختن زبان روسی هر یک شخص به خودی همون شخص به وابستگی دارد. این با آن چیزی که شما آن وقتی که شما برای آموختن زبان روسی صرف میکنید به همون وابستگی دارد. یعنی بعضی هستند که در زبان روسی برای آموختن زبان روسی در یک روز مینیموم یک ساعت وقت جدا میکند، مینویسد با زبان روسی، لغت از خود میکند، گراماتیکش رو میخوند، باز یکان درس ها رو گوش میکند و عموما تماشا میکند و این شخص ها زبان روسی رو خیلی زود میآموزد در وقتی کوتاه. شخص هایی هستند که با آموزش این زبان خیلی وقتی کم جدا میکند، در یک روز نه بلکه در دو روز یک بار با آموزش این زبان کم اکر وقت جدا میکنند و اگر در یوتیوب گیرم اگر می درایت یکان ویدیو رو تماشا میکنند خلاص وقتی خالی گشت با کم اکر. این شخص با آموزش خیلی مدتی در روز می رود، زیرا که اینها با کار آموزش چه خیلی گویم یک سیریوز نه یعنی سیریوز همون کار رو نداشتن. برای آموختن زبان باید شخص سیریوز نه، من با زبان روسی گفته استودم، سیریوز نه به همون زبان در آمدنش در کار و کار رو با یک روی شوخی نیست تو بلکه با روی یک سیریوز نگی داشته هر روز با همین زبان مشغول شدن شرط و لازم، نویستن لازم، از خود کردن لازم، گوش کردن در کار وقتی خالیگی و ویدیوش که ویدیو رو کس تماشا کردن در کار و این با شما در آن همون وقت وقتی که اینها رو هر روز تکرار میکنید بعد با شما ریزولتات میدید. وقتی که شما در هفته دو بار یک بار همین آموختن زبان روسی خیلی مشغول شوید، شما یکون وقت بعد از این خیلی شما ریزولتات رو انتظار نشوید. یک شخص از من کتاب خرید و کتاب رو ساعتی 8 بیگاه خرید و پگوش ساعتی 8 سحری دمان نویست که اکا من کتاب رو خریدم اما ریزولتات نداد گفته و من جواب دادم. در یک روز شما چی رو کدام ریزولتات رو انتظار بوده؟ در یک روز شما کدام ریزولتات رو انتظار بوده؟ من در شما این رو مثال آوردم. آن چیزی که شما همین روز آموختید تمام، با پگا شما به این زبان گبزه نمی روید. شما پگا نیز آموزش رو دوام دادن اتون شرط و لازم است. فردا نیست، پس فردا نیست و در آن حالتی که شما هر روز این آموختن زبان رو تکرار میکنید و هر روز با همین زبان مشغول میشوید و بعد از یک ماه دو ماه بعد ریزولتات میدهد و ریزولتات رو دیده و
حس کرده در حیرت میمونه و به این چیز باید هر یک شما باور کردنتون شرط و لازم. با اون شخصایی که یا خلایی که هستند که زبان روسی رو خیلی زود می آموزند با اونها نگاه کرده اونها خلاصه نبرورید که وای تیز آموخته است وای خیلی آموخته است گفته. هر شخص هر خل است، هر شخص با آموزش هر خل دوام می کند. مثال گیریم، خودی من با آموختن زبان خیلی آسان است، من خیلی زود از خود میکنم، خیلی زود لغت هایی که از خود میکنم در خاطرم میدارم، زیرا که پامیت خاطره من مستحکم است. خدا به شکر. و شما با من بحث کرده با من نگوید که بحث کرده لطف الله زبان رو تیز آموخت و چی به من آموخته نمیتونم گفته بحث کردن شرط نیست. اون چیزی که با شما هست با همون قائل شوید و از روی همون کار کنید و اگر هر روز مشغول شوید البته شما با یک روز نه یک روز ریزلتات میتید. فقط به همین چیز باور کرده هر روز مشغول شدن شرط و لازم است. خب دویم سوال این بود که زبان روسی رو میفهمم اما جواب داده نمیتوانم. سوالی از همه پاپولیارنی ترین در آموزش همه زبان همین سوال است و این سوال رو همه در همه جا میدهند. در کدام حالت شخص میفهمد اما جواب داده نمیتواند؟ در حالتی که ندانستنی اتوید به همون سوال، اگر سوال باشد، اگر به ندانستنی کم لغت، وقتی که لغت ندانسته چه خیلی شما جواب میدهید. ندانستنی گراماتیکا، وقتی که گراماتیکا رو ندانسته چه خیلی شما جمله رو درست جا با جا کرده میاموزید، اون جمله رو جا با جا کرده با سوال جواب میدهید. ببینید این سه چهار نشانه هاش هست، باز نشانه ها هست، از ترس میشود، از شرم میشود، بعضی ها شرم میکنه از جواب دادن، بعضی ها میترسند جواب دادم و شرم میکنن، میخندد گفتم میترسد که درونش خطا میکنم گفته و این روحش سبب خوش به نهایت زیاده و اینها رو باید چی خیل برطرف کرد و با زبان روسی هم فهمیده هم گفت دارم. اون وقت میشود که شما یکم راهی که گفتم هر روز مشغول شوید و هر روز لغت از خود کنید. چقدر که بسیار در زبان بسیار لغت دانید و لغت از خود کنید همون قدر همون زبان رو میفهمید و خطیبه یک دو سوال قطعی نیست جواب میدهید. یک دو جمله چقدر مثال لغتی مثال ببینید که رفتن رو میدونید یا ایدو یا ایدو. اگر خونه دوم بودنش رو ندانید، اگر دوم نیست این لغت از مثال این ندانید، اگر اوجستوم یا ایدو کودا بعد میفهم یا ایدو نراباتی ایل دوم دیگر چیز این لغت است. و برای باز هم درستر جمله ساخته جواب دادم با شما گراماتیکا لازم میشود. گراماتیکا رو نیست همش رو من با شما آموخته از یک تا ده آموخته همش رو جا با جا کنید نمیگویم، اون چیزهایی که برای شما لازم است. و ببینید من باز یک چیز دیگر رو میگویم در اینجا. بچه ای که نو رهگر شده، نو بچه ای که پوش برامده است و ره گشتن رو آموخته است، نو ببینید میخیزد ره میگرده میگوید میافتد میخیزد میافتد میخیزد میافتد میخیزد میافتد، اما روزیش میشود که همون بچه راه گشتن رو میآموزد. شما نیز در آموزش هم خیلی شده ندارد میآموزد، گپ میزنید، آدمای روز زبان شما رو نمیفهمند، میخندند، نمیفهمند و شما گشته میپرسند، اما با وقتی گذشتن مدت شما که هر روز همین رو تکرار کردید و یکان چیز نگاه نکرده وقتی می شود که شما اونها رو صد فایز می فهمید
و آنها شما را ستفایز می فهمند و شما نیز رهگر شده می روید. برای همین یکان وقت روح شکسته نشوید، روحان خود را نشکنونید. همین بچه ها بینید 10 بار افتیده دستش شکند، هم بس کوشش میکند که راه گردد. شما نیز همین طور شدنتون لازم، شما را شرمنده کندم، خود را شرمنده حس کندم، باید باز شما کوشش کرده همین زبان دیالوگ به در آمده صحبت کرده رفتنتون شد. و وقتی که همون صحبت کرده رفتید، بعد ریزولتات انشاءالله میدید، من به این 100% به شما گارانتی میدم. ان اکنون روحی آسانی آموزش زبان روسی آیا هست آیا یا که نیست؟ خب ببینید، راهی آسان آموزش زبان روسی، این به هر یک شخص باز میگویم با خودی شخص وابسته. راهی آسانش بعضی ها زبان رو تیزتر با خواندن کتاب میآموزند، بعضی ها زبان رو زودتر با گوش کردن اودیو درس ها، اودیو اوراک ها میآموزند، بعضی ها زبان رو زودتر با تماشا کردن کینو و ویدیو اوراکو می آموزند. و بعد شما باید به خود یک تای همین رو انتخاب کنید. چی خیلی شخص انتخاب می کند؟ شخص می شیند، کتاب می خوند، می بیند، کتاب می خوند، لغتی که در اونجا هست می نویسید، اما نمی فهمید کتاب بولی. هر یک تاش لغت به لغت ترجمه می کند و میبینید که این به شما معقول است یا که نه. توقت صبر، توقت کرده میتوانید همین رو دلش همین کار رو دوام کردن با. اگر در نه، کتاب خوندن به شما نمیشود. آودیو کورس ها گوش میکنید، آودیو کورس ها رو گوش میکنید با زبان تاجیک روسی یا که با زبان خود روسی و میبینید چی قدر به شما رزولتات داد. البته یک روز نه، من یک روز مثلش یک مثال آوردم، یک شب گوش کرده پگو رزولتات رو انتظار نشوید. یک هفته دو هفته همین کار یک طرف کتی این دوام میکنه و میبینید که اگر آودیو با شما کمک کلان کرد، значит این با شما میشود. یعنی شما چم از خوندن دیدن، شما گوش کرده تیز میاموختگی و شما با همین روح میروید، آودیو کورس ها رو گوش کردن می آموزید، بعد با شما تیز می آموزید. مثال من چی خیلی می آموزم؟ من زبان ها رو بسیارتر گوش کرده و هم خونده. ببینید، هم گوش میکنم هم میخونم. من به هر دوی همین می شود. و البته بسیارتر چم از گوش کردن کتاب میخونم، زیرا که بعضی زبان ها هست که آودیو اوراکو نسبتاً کم هستند و برای همین هم من مجبور هستم که کتاب خونم و اون لغت هایی که در اونجا هست با خود قید میکنم و با کمک سلاوار، آودیو سلاوار ها میفهمم که چطور تلفظ میشود. این گوش میکنم که چه خیلی همین لغت تلفظ می شود و با همین راه من می آموزم زبان را و این به من خیلی رزولتات خوب می دهد و داده استوده است، زیرا که خودی من استوریک هستم، تاریخچی، یک چند زبان ها را می دانم. این با کمک همین دروس انتخاب کرده آموزش را دوام دادنم، با همین سبب همین البته می خیلی زبان می آموزم. با شما نیز همین سویت های خودم را به شما توصیه می دهم. اون چیزی که من حاضر گفتم با دقتانه گوش کنید و اگر گوش کرده باشید و به با یکان خلاصه آمده باشید، از خودی حاضر دیر نشده پگانه گفته کار را، آموزش زبان روسی را با راهی دو روز سر کنید و انشاءالله خدا خواهد ریزولتات می دهد و نتیجهش را البته دیده یک روز نه یک روز در حیرت میمونید. من با شما این گپ رو گفتم. نام من لطف‌الله المرادوف است. خب دوستان عزیز،
اون سوال هایی که شما داشتین با سوال های شما جواب دادم گفته فکر میکنم اگر در حقیقت شما به این درس مقبول شده باشد با همین ویدیو لایک مانید و فکر خود را در همین تگ ویدیو در کامنتاری نویسته مانید و یگان سوال باز یگان سوال دیگر پیدا شود البته در تگ کامنتاری نویسید و من حتما کوشش میکنم مثل همین خیل ویدیو ساخته به همون سوال شما جواب دیهم. من با شما لطف الله علمرادوف بودم. تا درس های دیگر در پناه خدا باشید. خود و نزدیکانتان را احتیاط کنید. خیر.